سلام عزیزان، به همه شما خواهران و برادران عزیزمون هر جای دنیا که هستید سلام میکنم. درودهای مسیحی به سوی شما میفرستم و خدا رو شکر میکنم برای این روز یک شنبه که باز در حضور خداوند هستیم، در حضور شما میخواییم امروز رو به خداوند بدهیم. امروز روز عیسی مسیح، از روزی که عیسی مسیح از میان مردگان قیام کرد یک شنبه شد، یک شنبه شد روز اول هفته، شد روز مخصوص، شد روز خداوند. هللویا. عیسی مسیح تاریخ دنیا رو عوض کرد 2000 سال پیش و امروز هم حتی کسایی که به مسیح هم ایمان ندارند ولی روز یک شنبه روز تعطیلشونه و از اون تعطیلی، از اون آرامش و از اون استراحت روز یک شنبه استفاده میکنم. خب عزیزان، امروز برای شما یک درسی رو آماده کردم که شاید بگم درس یا موعظه هستش. امیدوارم که شما برکت بگیرید در مورد میراث ایماندار که چی هستش. میخوایم امروز در مورد ارث و میراث صحبت کنیم و آیه رو که براتون میخونم از رومیان باب 8 آیه 17 هست که میگه و هرگاه فرزندانیم وارثان هم هستیم، یعنی ورثه خدا و هم ارث با مسیح، اگر شریک مصیبت‌های او هستیم تا در جلال او نیز شریک باشیم. این رو به یاد داشته باشید، رومیان باب 8 آیه 17 در مورد این یک آیه صحبت میکنم. چقدر آیه زیبایی هستش. نمیدونم تا حالا به شما ارثی رسیده یا نه. از یک طرف آدم خوشحال میشه که ارثی داشته باشه و از یک طرف دیگه خوشحال نمیشه که ارثی بهش برسه. چرا؟ چون معلومه که اون صاحب ارث از بین رفته و الان ورثه داره اون، یا تعدادی از افراد دارن اون ارث رو میگیرن. ببینید وقتی که در مورد ارث و میراث صحبت کنیم، اینجا میگه که ما ورثه خدا هستیم و هم ارث با عیسی مسیح. یه کمی در مورد ارث و میراث صحبت کنیم. همه شما خاطرات خودتون رو از ارث و میراث دارید، یادتون میاد دعواها، درگیریها، قهرها، اختلافها در خانواده های خودتون، همون خواهرها و برادرهایی که تا دیروز خیلی همدیگر رو دوست داشتن، الان سر میز که نشستن وصیت‌نامه باز میشه دعواها هم شروع میشه. دلیلش اینه که پدرای زمینی ما مثل خودمون، ما هم اگه پدر و مادر زمینی هستیم ما هم همینطوری، مطمئن باشید. حتی اگر تصمیم گرفتیم که بهترین پدر و مادر دنیا باشیم، این به خاطر وجود گناه در عمق وجود هر انسانی و در طبیعت هر انسانی. پدر مادرها نتونستن به طور کامل عادل باشن و عدالت و مساوات رو بین فرزندای خودشون رعایت کنن. دلیل اختلاف ها و دعواها، مشاجره ها، قهرها همیشه همین بوده. بذارین یه چیزی براتون بگم که خیلی برای من جالب بود در مورد فرزند خواندگی در ژاپن. میگه در ژاپن 98% از کسانی که به فرزند خواندگی قبول میشن، برعکس اون چیزی که شاید شما انتظار داشته باشید، 98% از اونها مردم فرزند خواندگی انجام میدن ولی مردای بالغ رو به فرزندی قبول میکنن، مردایی که بین 20 تا 30 سال سن داشته باشن. باورتون میشه که شما برید بچه به فرزندی قبول کنید یک مرد 20 ساله باشه؟ اینطوریه در ژاپن. این دلیلش چی؟ دلیلش به خاطر رسم و رسومی که در ژاپن وجود داره. از صدها سال پیش در این کشور مرسوم بوده که ارث به کی میرسه؟ به فرزند ذکور خانواده. پس اون خانواده هایی که فقط دختر دارن چیکار کنن؟ این کارو کردن شاید به خاطر اینه که ثروت در خانواده بمونه و تجارتشون از خانواده خودشون بیرون نره. ولی مشکل اینجاست که بعضیا فقط صاحب دختر میشن. یکی از مثال هایی کسایی که صاحب دختر شدن صاحب کارخانجات تویوتا هستش. دیگر مثال سوزوکی. اینا هر دوتاشون کمپانی هایی بودن که صاحبانشون پسر نداشتن و دختر داشتن. پس الان وقتی که این اتفاق میفته،
اونایی که فقط دختر دارن به دنبال پسرایی میگردن یا پسری میگردن که چی بشه؟ که به فرزند خوندگی قبولش کنن تا وارث ثروت اونا بشه. کی اینو نمیخواد؟ خوش به حال پسرای ژاپنی. چند نفر از شما میخواید که یک پسر ژاپنی باشید؟ پس این پسرها میرن و فرم پر میکنن، تقاضانامه پر میکنن، پرسشنامه های انجام میشه و کمپانی های بزرگ در خدمت این کار هستند که پسر مناسب رو برای خانواده مناسب پیدا کنن. و چی میشه؟ بالاخره یه پسری رو انتخاب میکنن، این پسر که میشه فرزند خونده اونها و قرار همه ثروت اونها رو تصاحب کنه، باید چیکار کنه؟ با یکی از دخترای اونها ازدواج کنه، هم میشه دامادشون و هم میشه پسرشون. و الان هم تویوتا و سوزوکی اون شرکت هایی هستن که این پسر خونده ها هستن که اونها رو اداره میکنن. تا حالا فکر کرده بودید اصلا کسی که بچه واقعی یه خانواده نتونه ثروت پدر مادرش رو تصاحب کنه و وارث اون بشه و مجبور بشن ثروت رو به کسی بدن که کیه؟ فرزند خونده است. خیلی عجیبه نیستش؟ ولی در ژاپن این اتفاق میفته و در کتاب مقدس هم این اتفاق میفته. کلام خدا میگه که گوشت و خون نمیتونه وارث ملکوت خدا بشه. این بوده که خدا هم فرزندانی رو به فرزند خواندگی قبول کرده. همه خانواده هایی که میخوان بچه رو به فرزند خواندگی قبول بکنن، 99% و 99.9% اونا میرن دنبال کی فکر میکنیم؟ یه بچه 10 ساله، 15 ساله؟ نه، همه نوزاد میخوان. برای همینه که این همه خانواده ها تو صفن هنوز بچه نگرفتن. تقاضا زیاده ولی بچه زیاده توی این پرورشگاه ها، توی این یتیم خانه ها. ولی چیه مشکل؟ بچه ها بزرگن، کسی اونا رو نمیگیره. این بچه هایی که بزرگترن چطوری چیکار میکنن که یه خانواده که میاد از اونا خوششون بیاد؟ اینا خودشون رو سعی میکنن شیرین تر کنن، سعی میکنن یه کاری بکنن که خوب باشن، بچه خوبی باشن که اینا رو بردارن. ولی معمولا خانواده ها میخوان که بچه نوزاد رو بگیرن. خدا ما رو کی میخواد به فرزندی قبول کنه؟ در سنین بالا. ما اون بچه هایی هستیم که هیچ کس اونا رو نبرده خونه، ولی خدا ما رو میخواد. چرا؟ به خاطر اینکه وقتی که میخوایم به خدا ایمان بیاریم، باید یه درک خوبی از مسیحیت داشته باشیم، یه مقدار فهم و درک داشته باشیم، بتونیم مسیحیت رو بفهمیم. مسیحیت مال نوزادا نیستش. نوزادا رو تعمید میدن به خاطر نشانه ای از ایمان پدر مادرشون، ولی چقدر تو خود اون بچه تاثیر میذاره نمیدونم. در کلام خدا به ما میگه که ما طبیعتاً فرزندان غضب هستیم و نمیتونیم وارث خدا باشیم مگه اینکه خدا دوباره ما رو به فرزندی قبول کنه. ما طبیعتاً نمیتونیم وارث خدا باشیم. یعنی چی؟ یعنی که اون چه که از طبیعت به ارث رسیده برای ما چیه؟ فرزندی خدا نیست. خون برای ما و این طبیعت ما، ما رو فرزند خدا نمی کنه. ما رو فرزند کی می کنه؟ فرزند غضب می کنه. ولی خدا می خواد ما رو به فرزندی قبول کنه. حالا شما آیا حاضرید که فرم پر کنید و فرزند خونده ای خانواده ای بشید؟ می خواد وارث خدا بشید؟ می خواد فرم پر کنید وارث خدا بشید؟ شاید اولین چیزی که شما بپرسید اینه، بگین که اول به من بگو که چه خانواده ای قرار منو به فرزندی قبول کنه و چه ارث و میراثی داره، بعدن من میرم این فرم رو پر میکنم. نه، چون معلوم نیست که خانواده چه خانواده ای آدمو به فرزندی قبول کنه. شاید بعضی خانواده های مافیا خیلی ارثای گنده ای داشته باشن، ولی کسی نمیخواد بره بچه ای اونا بشه. و چه ارثی ما اینجا داریم؟ پس اول ببینیم چه ارثی به ما میرسه تا بعد شما علاقه‌مند بشید، مشتاق بشید. اگر به مسیح ایمان نیاوردید، بیشتر تحقیق کنید، دنبال عیسی مسیح برید و ببینید که چی رو میتونید به دست بیارید. میراث ایمان دار. در همین آیه 17 همونطور که دیدیم که ما چی هستیم؟ ما فرزندان خدا میشیم و ورثه خدا و هم ارث با عیسی مسیح.
ایماندار هم ارث با عیسی مسیح خواهد بود. یعنی ارث ما، میراث ما، ما مثل شبیه عیسی مسیح خواهد بود در یک حساب مشترک. به به، دوست داری که حساب مشترکی داشته باشید به اسم دو نفر باشه که شما برای به دست آوردن اون ارث و میراث هیچ کاری نکرده باشید ولی به اسم شما باشه، به حق امضا داشته باشید؟ هاللویا. این همچنین حساب بانکی رو خدا به ما میده، ما رو در یک حساب بانکی هم ارث با عیسی مسیح میگذاره به نام، به حساب مشترکی به اسم هر دوی ما. هاللویا. این وعده و حقیقتیه که خیلی حیرت آوره. شاید اصلا شما باور نکنید، بگین که این چطور ممکنه. بیشتر توضیح بدید، مگه ممکنه که ما بریم هم ارث با عیسی مسیح بشیم؟ ما وارث هر چیزی خواهیم شد که خدا داره. اگه باور نمی کنید یعنی کلام رو نمی دونید. اگر باور نمی کنید یعنی ایمان کافی ندارید. پس برگردیم دوباره به ایمان خودمون، دوباره هر روز خودمون رو چیکار کنیم؟ ارزیابی کنیم، ببینیم آیا وقتی من اینو میگم به نظر شما حق شما میرسه یا نه. ایمان دارای عزیز، اینا حق و حقوق ما هستن، باید بدونیم اونا رو، باید باورشون کنیم. این یه ارث و میراثیه که فقط وقتی باورش کنیم مال ماست. نه، خیلی ها رو دیدیم که ارث و میراثی بهشون میرسه. یه موقعی توی اینترنت یه ایمیلایی میومد، نه شاید شما هم گرفته باشید، که یکی ارث و میراث بزرگی از یک نفر در آفریقا که از خاندان شما بوده به شما رسیده، ما وکیل هستیم و برای شما این رو درست میکنیم، چقدر پول میخواستن؟ و آیا شما باور میکنید؟ باور میکنید این ارث رسیده؟ شاید اگر رسیده باشه اصلا وکیل با اون کاغذ واقعی بیاد در خونه شما، یک با پست بیارن اون بالاش بالای صفحه مهری داشته باشه، یه مهری امضایی مومی داشته باشه و مطمئن باشین که این از طرف یک وکیل واقعی اومده و ارثی به شما رسیده. اگر باورش نکنین، اگر نگیرین که نرین که بگیرین، این هیچ وقت مال شما نمیشه. پس باور کردن اون خیلی مهمه. ما وارث هر چیزی خواهیم شد که خدا داره. همه اون چیزهایی که مسیح هست ما هم خواهیم داشت. به ما افتخار اون داده خواهد شد که در همه چیزهایی که خدا داره با پسر خود خدا هم ارث و سهیم و شریک باشیم. هللویا. این چه حقیقت عظیمیه، این چه گنج بزرگیه که ما داریم. با این وجود اینو باید در ذهن داشته باشیم که عیسی مسیح صاحب اون ارثه و به ما هم اون رو میده، نه اینکه ما میریم دقیقا همون ارثی رو مساوی با عیسی مسیح میگیریم. ببینیم این ارثا چیا هستش. این ارث رو میشه به سه دسته تقسیم کرد، سه ارث باشکوه. اولین ارثی که ما میگیریم اینه که اون چیزایی که در طبیعت، در نهاد عیسی مسیح ما وارث اونها میشیم. دومی در جایگاه عیسی مسیح ورثه او خواهیم شد، یعنی در مقام او. و سومی در مسئولیت های مسیح. ببینیم که از هم ارث از نظر طبیعت و هم ارث در طبیعت مسیح یعنی چی؟ مسیح پسر خداست، تجسم انرژی و حیات و کاملیت. پس موقعی که ما وارث طبیعت رو میشیم این چیزها رو به ارث میبریم. شماره یک، اگه دفتر دارید اینا رو بنویسید، روزهایی که شیطان میاد، افکار خودتون میاد، ناامیدی ها میاد، به شما میگه تو چقدر بدبختی، شوهرت تو رو چقدر اذیت میکنی، بچه ها چقدر به تو بد و بیراه میگن، بچه ها عاقل نیستن، چه میدونم خودت بدی، خودت زشتی، خودت پیری، خودت اینی اونی، ایمانت چی، ایمانت خیلی بده، اینا رو میاد به یاد شما میاره. عزیزان اینا رو بخونید، اینا رو داشته باشید، توی کاغذ نوشته باشید، برید از کنج کمدتون در بیارید، باز کنید و بخونید و ببینید چجوری روحیه این شما تغییر پیدا میکنه. اولین چیز فرزند خوندگی، همونطور که گفتم میگه لیکن چون زمان به کمال رسید خدا پسر خودش رو فرستاد که از زن زاییده شد و زیر شریعت متولد، لحاظا دیگر غلام نیستی، اینو به ما میگه، بلکه پسر، و چون پسر هستی وارث خدا نیز به وسیله مسیح. غلاطیان 4:4-7. دومین چیز طبیعت بیگناه و بیملامت. عزیزان شما رو ملامت کردن؟ ملامت کی میکنن آدمو؟ وقتی که ایرادی عیبی درش پیدا کنه، نه؟ میگه ما
طبیعت بیگناه، عیسی مسیح چون بیگناه، بی ملامت، درش هیچ چیز بدی وجود نداره، هیچ کس گناهی در او پیدا نکرد. میگه در شما هم هیچ کی گناهی پیدا نخواهد کرد. بدون رفتم به اون ترجمه یونانیش مراجعه کردم، دیدم منظورش به زبان ساده و عامیانه اینه بدون خرد شیشه. یعنی که در فیلیپیان 2:15 تا بی عیب و ساده دل و فرزندان خدا بی ملامت باشید، بدون خرد شیشه باشید. ایمانداران نباید خرد شیشه داشته باشند. و موقعی که ما این ارث و میراثمون رو میگیریم، میگه در میان قومی کجرو و گردنکش ما میتونیم چی باشیم؟ بی عیب باشیم، بی نقص باشیم، بی گناه باشیم، بی ملامت باشیم. هللویا. هیچ کی دوست نداره ملامت بشنوه. سومین چیز، زندگی جاودانی، تا ابد ما زنده خواهیم بود. یوحنا 1:4 میگه که در عیسی مسیح در او حیات بود و حیات نور انسان بود. در 10:10 از یوحنا، که این اصلا آیه‌ای که باید سرفصل تمام زندگی ما باشه، میگه که دزد نمی آید مگر آن که بدزدد و بکشد و هلاک کند. من آمدم تا ایشان حیات یابند و آن را زیادتر حاصل کنند. عیسی مسیح اومده که ما حیات جاودانی رو بگیریم. و یوحنا 3:16، حفظش کنید زیرا خدا جهان را اینقدر محبت نمود که پسر یگانه خود را داد تا هر که بر او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه حیات جاودانی یابد. میبینید هر که ایمان آورد، یعنی که ما این ارث و میراث رو میگیریم به شرطی که چی؟ به شرط این که ایمان داشته باشیم. دیگه دارایی های دائمی و ابدی در عبرانیان 10:34 اینو بخونید. بدن، بدنی پر جلال، اینو هم یک چیزها، یکی از اون چیزهایی که ما خواهیم داشت. میگه که شکل جسد ذلیل ما رو تبدیل میکنه به صورت جسد مجید او مصور بشه. جلال و احترام و آرامش ابدی، رومیان 2:10 میگه که جلال و اکرام و سلامتی بر هر نیکوکار، نخست بر یهود و بر یونانی نیست. و دیگر بعدی، ارث بعدی که ما میگیریم، تاجی که برای همیشه باقی میماند، بدنی که نابود نمیشود. آیا شما تا به حال تاج روی سرتون گذاشتی؟ کسی تاج بر سر شما گذاشته؟ وقتی که تاج که گذاشته میشد برای قدردانی از کسایی که در مسابقه برنده شده بودند در یونان، بر سر اونها تاجی از گل گذاشته میشد. الان هم تاج گل و تاج برگ و تاج اینا مخصوصا برای عروسایی که در بهار و تابستون عروسی میکنن، گل طبیعی میذارن روی تاج هاشون. چقدر زیبا هستش. تاجی داشته باشیم که همیشه باقی میمونه. این تاج ها مثل گلی نیستن، گلی هستن که زود پژمرده میشه. ارث ما مثل گل نیست که زیباست ولی زود پژمرده میشه، فقط برای مدت کوتاهیه. ارث ما ارثیه که برای همیشه هستش. تاجی که بر سر ما گذاشته میشه وقتی که به عیسی مسیح بپیوندیم، این چه جور تاجیه؟ شما کدوم تاج رو انتخاب میکنید عزیزان؟ کدوم تاج رو؟ اگر به شما بگن این تاج از طلاست و این تاج از گله، ولی گلی که هیچ وقت پژمرده نمیشه، شما کدومش رو میخواید؟ به نظر من اونی رو که انتخاب میکنم تاج گله، به خاطر اینکه هیچ طلایی، هیچ برلیانی، هیچ الماسی، هیچ زمردی به زیبایی گلها نرسیده. همه اونها بر اساس زیبایی که در طبیعت وجود داره ساخته میشه. و به ما میگه خداوند، به ما میگه تاجی به ما میده، تاجی به ما میده که این گلاش هیچ وقت پژمرده نمیشه. چقدر زیباست. این تاج ناپژمردنی جلال رو از خداوند بگیریم. اول پتروس 1:3-4 در مورد این تاج صحبت میکنه. میگه متبارک باد خدا و پدر خداوند ما عیسی مسیح که چی؟ میگه که ما را برای امید زندهی متولد کرد به جهت میراث چی؟ بی فساد و بی آلایش و ناپژمرده که نگاه داشته شده است در آسمان برای شما، برای ما نگه داشته شده، برای ما آماده شده.
برای ما تو یخچال گذاشته شده که وقتی برسیم آماده باشه، گلها تازه باشن، تاج آماده باشه، این میراث بی فساد آماده باشه برای ما، برای اینکه ما اونو تحویلش بگیریم. هاللویا. شما مشتاق هستید که این میراث رو بگیرید. ببینیم دیگه چی داره. وجودی عادل و بیگناه. در دوم تیموتائوس 4:8 میگه بعد از این تاج عدالت برای من حاضر است و خداوند داور عادل در آن روز اون رو به من خواهد داد، و نه به من فقط، نیز به همه کسانی که ظهور او را دوست می‌دارند. عزیزان، این تاج ناپژمردنی، این تاج عظیم، این وجود بیگناه و عادل که همه ما می‌خوایم باشیم، کی به ما داده میشه؟ موقعی که ما منتظر باشیم، ظهور او رو دوست داشته باشیم، به او علاقه داشته باشیم. علاقه ما از همین جا، از همین دنیا، از همین زندگی ما شروع میشه، نه علاقه ای که از ترسه، نه علاقه ای که فقط به مرگ خودش فکر میکنه که جایی در آسمان برای خودش رزرو کرده باشه، نه، علاقه ای که عاشق به معشوق داره، علاقه ای که همسران نسبت به هم دارن، علاقه ای که به فرزندانتون دارید، علاقه ای که به دوستانتون دارید، علاقه ای که به بچهاتون دارید، میخواید وقت با آنها صرف کنید، آن را با عیسی مسیح داشته باشید. هللویا. واچمنی داستانی در مورد یک ایماندار تعریف میکنه. میگه این ایماندار یه نوع ایمانی اومد خونه ما، خیلی وضع بدی داشت، خیلی وضع خرابی داشت، همش ناراحت بود، حالت دلواپسی، و میگفتش که من هر چی میکنم فرقی نمیکنه، هر چقدر تلاش میکنم، هر چقدر دعا میکنم، هر چقدر کار میکنم رو این زندگیم، به نظرم میرسه که نمیتونم به خدا وفادار بمونم، احساس میکنم دارم ایمانم رو و نجاتم رو از دست میدم. واچمنی در خونه نشسته بود و سگش هم همونجا در اون اتاق نشسته بود. گفت این سگ رو میبینی؟ گفت بله. گفت این سگ من نمونه است، تعلیم داده شده است، بگو بشین میشینه، بلند شو بلند میشه، همه چی میفهمه، هر کاری، خیلی سگ خوبیه، هیچ وقت نشده خونه رو کثیف کنه، هر کاری بگیم انجام میده، اصلا این عشق منه، من خیلی دوستش دارم. ولی اون صدا رو میشنوی که از آشپزخونه میاد، این صدای بچمه، چند ماه هست اونجا تو صندلی نشسته، غذا رو پرت میکنه، لباساشو کثیف میکنه، باید کهنه‌هاشو عوض کنیم، همینطوری سر و صدا میکنه، داد میزنه، جیغ میزنه. ولی تو فکر میکنی کدوم یک از اینا وارث من خواهد بود؟ سگم یا پسرم؟ عزیزان، ما امروز فرزندان خدا هستیم، به قیمت خون عیسی مسیح تمام شده برای او، و او ما رو دوست داره. شاید در زندگیمون خرابکاری زیاد میکنیم، اشتباه زیاد میکنیم، ولی همیشه در توبه باز عزیزان برای برگشتن به سوی خدا. اگر در زندگیمون اشتباه کردیم، احساس میکنیم دور شدیم، احساس میکنیم خودمون دیگه باورمون نمیشه که این ارث و میراث مال ماست، باید به سوی خدا چیکار کنیم؟ برگردیم. بله. دیگه چی؟ اون برکاتی که خدا به ما میده. قسمت دوم چی هستش؟ هم ارث بودن از طریق جایگاه، جایگاهی که الان ما داریم، جایگاه مسیحه، مقامی که عیسی مسیح داره. مسیح خداوند جلال یافته هستش و الان پادشاه قادر کائناته، او شاه شاهانه، او خدای خدایانه، او از همه چیز بالاتره، و امروز ما میتونیم اون ارث رو داشته باشیم، جایگاه موجودات برتر رو داشته باشیم. این یکی از اون جایگاه هست. شماره اولش موجودات برتر. مکاشفه 7:9-12 میگه بعد از این دیدم گروهی عظیم که هیچ کس ایشان را نتواند شمرد، از هر امت و قبیله و قوم و زبان در پیش تخت و در حضور بره به جامه‌های سفید آراسته و شاخه‌های نخل به دست گرفته ایستاده‌اند. اینا کیا بودن؟ اینها کسایی هستن که جایگاه موجودات برتر قرار میگن. دوست دارید شما وقتی که میرید به جای دعوت شدید یا بلیط خریدید، شما رو ببرن به جایگاه، به اون جایگاه بهترین، به اون جایگاه مخصوص، مخصوص مهمانان، مهمانان عالی مقام،
هللویا. مهمانان عالی، همه ما اینو تجربه کردیم که جایی بریم و اونجا اون کسی که دم در وایستاده بگه که بلیت ما رو نگاه کنه، میگه با من بیا، با من بیا، جای تو اونجاست، جای تو بهترینه، جای تو عالیترینه. هللویا. همون جای عالیترین برای من و شما مهیا شده عزیزان. در حضور خدا جای بهتر و کهتر وجود نداره، همه جا جای بهتر هست، هیچ جا جای کهتر نیست، همه جا جای مخصوص هست، همه جا جای مهمانان عالی مقام هست. هللویا. در حضور خدا همه ما میتونیم چنان بیستیم، لازم نیست مثل دنیا، مثل اینجا، مثل جایگاهی که در دنیای ما وجود داره فقط عده کوچیکی اونجا میشینن. در حضور خدا میگه همه از هر قبیله و قوم و زبان و امت و کشور همه جا در اون جای عالی مقام قرار گرفتن. برکت دیگر، میراث دیگر، شهروندی ملکوت خدا. میدونید که سیتیزنشیپ خیلی گرونه، بعضیا حاضرن صدها هزار دلار بدن که سیتیزنشیپ و شهروندی کشوری رو بخرن، حاضرن خیلی خرج کنن که بدون سوال کردن و جواب دادن و فرم پر کردن بهشون بگن شما شهروند این کشور هستید، افتخار شهروندی به شما داده شده. کلام خدا به ما چی میگه؟ یعقوب 2:5 میگه ای برادران عزیز گوش دهید، آیا خدا فقیران این جهان را بر نگزیده است تا دولتمند در ایمان و وارث آن ملکوتی که به محبان خود فرموده است بشوند؟ آیا خدا ما را بر نگزیده فقیران این جهان را تا دولتمند در چی؟ در ایمان. هللویا. کاش که ما دولتمند در ایمان باشیم، کاش که اینقدر دست و پا میزنیم، هر روز بریم جمع کنیم، بیاریم، کار کنیم، این باشه دست، تلاش کنیم، زحمت بکشیم، بدویم و چیکار کنیم تا ایمان ما زیاد بشه. تلاش کنیم که خداوند، از خدا بخوایم که ایمان ما رو زیاد کنه. کاش که اینطور باشه. متا 25:34 آنگاه پادشاه به اصحاب طرف راست گوید بیایید ای برکت یافتگان از پدر من، بیایید مال پدرمه، به قدر کافی برای هممون هست، بیایید برکت یافته ها از پدر من، ملکوتی را که از ابتدای عالم برای شما آماده شده است به میراث گیرید. هللویا. عیسی مسیح این رو دعوت کرد، عیسی مسیح ما رو به اون میخوانه، عیسی مسیح 2000 سال ثابت میکنه حرفاش حقیقت داره عزیزان. خودش اون روز ثابت کرد وقتی که مرد و قیام کرد که حرفاش حقیقت داره، هر چی که میگه راسته. دیگر گنجهای عظیم آسمانی، متا 19:21 میگه در آسمان گنجی خواهی داشت، عیسی مسیح اینو میگه. لوقا 12:33 میگه گنجی را که تلف نشود در آسمان، جایی که دوز نزدیک نیاید و بید تباه نسازد. چند نفر از شما گنجتون رو جاهایی قایم کردید؟ توی ماشین بازشویی، زیر تشک، توی تشک. یادم میاد که یکی از فامیلای ما تمام ثروتش رو گذاشته بود توی یکی از بالش ها و یک روز عروس اومد دید یه بالش کهنه و کثیفه که سالها اونجاست، گفتش بابا این به چه درده مادر شوهرم میخوره، اینو دور بندازم، انداختش توی آشغال دودی. و اون خانواده تمام اون روز رفتن تمام شهرداری ها رو گشتن، فهمیدن که آشغالشون رو کجا میریزن و رفتن تو اون منطقه، پیدا کردن بالاخره گنج مادر شوهر درون بالش که رفته بود توی آشغال. ای خدا بندا، بیشتر گنج های ما اینجور هستن که بالاخره وارد آشغال خواهند شد. عزیزان، چرا ما آن گنج واقعی را، آن گنج عظیم آسمانی را برای خودمون نیندازیم؟ آن ثروت بیقیاس را، این یکی دیگر از اون چیزاست، دولت بیقیاس مسیح، این را در افسوسیان 3:8 میگه. آیه ها را هم بنویسید. وقتی که به شما دشمن میاد، خودتون
اون روی بد سکه شما میاد میگه که تو هیچی نداری، تو چقدر فقیری، تو چقدر بدبختی، تو چرا اینو نداری اونو نداری، بیارید اینو بذارید، بگید من دولت بی قیاس عیسی مسیح را دارم. هللویا، شکر، شکر برای این دولتی که خداوند برای ما آماده کرده. دیگر از جایگاه مسیح ما دیگه چی رو به ارث میبریم؟ حق قرار گرفتن جلو و گرداگرد تخت خدا. مکاشفه 7:9-13، ما جلو و گرداگرد تخت خدا قرار خواهیم گرفت. یکی از پیران متوجه شد و من گفت این سفید پوشان کیانن و از کجا آمدن؟ این سفید پوشان کیا هستن عزیزان؟ این سفید پوشان همه ما هستیم در حضور خداوند. و 20:4 مکاشفه، تخت ها دیدم و بر آنها نشستند و به ایشان حکومت داده شد و دیدم نفوس آنانی را که به جهت شهادت عیسی و کلام خدا سر بریده شدند، اینها با مسیح 1000 سال سلطنت کردند. شکر ای خداوند که این رو خداوند به ما میده. جایگاه پادشاهی، این یکی دیگر از آن ارث و میراثی که ما میگیریم. جایگاه پادشاهی به ما پادشاهان خواهیم بود. سی اس لوئیس در کتاب نارنیا، در کتاب دومش که در مورد کمد و لباس و جادوگر، کمد و لباس و جادوگری همچی چیزی هستش، خیلی جالب این رو توصیف میکنه. این بچه ها وقتی که از درون کمد عبور میکنن وارد دنیای دیگه ای میشن و در اون دنیا با شیر، با یک شیری آشنا میشن که شیری از قبیله یهودا که عیسی مسیح باشه، شیر نمونه عیسی مسیحه. و به وسیله این شیر اونها نجات پیدا میکنن و بالاخره این شیر تمام اون شهر را نجات میده. و سالها میگذره، اینا دارن بزرگ میشن، ولی همون بچه ها هستن در اون جنگ و همراه شیر شرکت کردن. و در صحنه پایانی کتاب چه اتفاقی میفته؟ اینها رو پادشاهان و ملکه ها میکنن. به این پسر 10 ساله میگن تو پادشاه هستی، به اون پسر 12 ساله، به اون دختر 15 ساله، به اون دختر 9 ساله، همه آنها پادشاهان میشن. بهشون انگشتر پادشاهی میدن، بر سرشون تاج پادشاهی میگذارن و اونها شروع میکنن به پادشاهی کردن. سالها میگذره، بزرگ میشن، کم کم موهاشون جوگندمی میشه، به مردان بالغی تبدیل میشن. و بعد دوباره یک روزی، یک دفعه یه اتفاق میفته، از در اون کمد در رو باز میبینن و به نظرشون آشنا میرسه و وارد اون در میشن و از اون طرف مثل بچه های کوچی از کمد بیرون میافتن، گویا چند ثانیه بیشتر در اون دنیا نبودن. و این نشون میده به ما که دنیا و زندگی ما فقط این نیست. خداوند برای ما جایگاه پادشاهی در نظر گرفته. من هر وقت میخوام این رو مجسم کنم، اون 3-4 تا بچه رو مجسم میکنم جلوی چشمم که اینها با آن انگشترها و آن تاجها و همه اونها رو دوست داشتن. هیچ کس با اونها بخیلی و حسد نمیورزید، هیچ کس به اونها فش نمیداد، هیچ کس با اونها مخالف نبود. پادشاهان این دنیا همیشه ازشون ادعی بدشون میاد، فششون میدن، بخیل میشن، حسد میورزن. هللویا، ای خداوند ما را به جایگاه پادشاهی عیسی مسیح برسان، به جایی که هیچ کس به ما حسد نورزه، هیچ کس علیه ما چیزی نگه، همه اونجا ما را دوست داشته باشند، چون همه آنها پادشاهان باشند. هللویا، در آنجا همه پادشاهان هستند، هیچ کس به کسی حسد نمیورزه. دوم، کاهنان، ما کاهنان خواهیم بود. بعدن بخونید شما عزیزان مکاشفه 1:5 رو بخونید. به ما جایگاه جلال داده میشه. اول پتروس 5:10، این رو من براتون میخونم. بعد از اینکه اندک زمانی رنج و زحمت دیدید، خدا که بخشنده تمام برکات روحانی است و شما را دعوت کرده است که در جلال جاودانی او شریک شوید، شما را کامل و ثابت قدم و قوی و استوار خواهد ساخت. هللویا، پدر شما. سومین نوع ارث چی هستش؟ ارث ما در مسئولیت عیسی مسیح. حکومت بر بسیاری چیزها، متی 25:23، حق حکومت کردن و اقتدار داشتن، لوقا 12:42، تخت ها و امتیاز حکومت تا ابد،
مکاشفه 24. هللویا. میگه دیگر شب نخواهد بود و احتیاج به چراغ و نور آفتاب ندارند، زیرا خداوند خدا بر ایشان روشنایی میبخشد و تا ابدالآباد سلطنت خواهند کرد. خدا رو شکر. میگه زهی عمق دولتمندی و حکمت و علم خدا، زهی عمق دولتمندی و حکمت و علم خدا. بله او است، از او و به او و تا او همه چیز است. خدا رو شکر برای این میراث عظیم، برای میراث بزرگی که برای ما آماده کرده. شریک و ارث ما شریک چی خواهیم شد؟ طبیعت عیسی مسیح، شریک مقام عیسی مسیح، شریک مسئولیت عیسی مسیح. در آسمان جای خسته کننده ای نیست، جایی نیست که حوصله‌مون سر بره، جایی است که مسئولیت خواهد بود، کار خواهد بود، تلاش خواهد بود، حکومت خواهد بود. هللویا. چقدر این ارث ما زیبا و باشکوه. زیبایی و شکوه این ارث در چیه؟ در اینه که از قبل برای ما آماده شده. اونطور که خوندم گفتش که از بد به عالم برای ما آماده شده، به وسیله پدر ما خدا آماده شده، پدری که میخواست ارث و میراثش رو برای ما بگذاره. عزیزان، همیشه وقتی صحبت ارث رو میکنیم، از یک طرف یه خوشحالی درش هست و از یک طرف چیه؟ غم درش هست. یه چیزی بهتون، یه داستانی بگم، خیلی جالب بود اینو، اینجا جاشه که بگم. میگه سه نفر نشسته بودن، یکی از اونها یه کمی غمگین بود. دوستاش بهش گفتن چرا اینقدر غمگینی؟ گفتش که هیچی، سه هفته پیش یکی از فامیلامون فوت کرد، یه عمو داشتم فوت کرد، برای من $3,000 گذاشت. و دوستاش گفتن خب تسلیت میگیم، خدا رحمتش کنه، ناراحت شدیم که عمود فوت کرد. بله، ولی از یک طرف هم خب خدا رو شکر کن، حالا که عمود رفت عوضش تو اقلا $3,000 به ارث رسیدی. و بعد دیدم باز غمگینه، گفت چرا دیگه، چرا غمگینی؟ گفت آخه نمیدونید دو هفته پیش یکی از بچه های عموی من هم خودشو کشت و من هم تنها وارثش بودم. برای من $13,000 هم اون به ارث گذاشت. او گفتن وای چقدر ناراحت شد، دو هفته پشت سرم دو نفر فوت کردن و خیلی تسلیت میدیم بهت، ولی باز خدا رو شکر کن تو سالم هستی، الان $13,000 هم پول داری. و بعد دیدن هنوز هم غمگینه، گفتن دیگه چیه؟ گفت هیچی، هفته پیشم پدر بزرگم فوت کرد و $1,000,000 برای من به ارث گذاشت. گفتم حالا دیگه تو چقدر ناراحتی عزیزم، حالا که $1,016,000 به تو ارث رسیده، یه کمی هم برای اون خوشحال باش. گفت نه اصلا نمیتونم، الان این هفته داره تموم میشه، هنوز هیچ ارثی به من نرسیده. عزیزان، ارث از یک طرف غمگینیه، از یک طرف شادیه. وقتی که کسی میمیره ارث برای فرزندان خودش میگذاره. حالا چرا خدا میگیم اصلا ارث؟ مگر خدا میمیره که برای ما به ارث بگذاره؟ عزیزان، خدا برای مهیا کردن این ارث برای ما از مرگ استفاده کرد. پسر خود، یعنی برادر بزرگتر ما رو به دنبال ما به دنیای تاریک و گناه آلود فرستاد که چی بشه؟ که بمیره. این ارث برای ما مهیا شده به خاطر اینکه عیسی مسیح که شخصیت دوم تثلیث اقدس هست، خداوند است، در خلقت ما در آنجا حضور داشت، معمار جهان هستش، او حاضر شد بیاد وارد این دنیای تاریک بشه، بیاد و ما رو عوض کنه، بیاد برای ما این ارث و میراث رو آماده کنه. برای گرفتن ارث باید صاحب ارث بمیره. و صاحب ارث کی بود؟ عیسی مسیح بود، آن پسر بزرگ خدا، آن پسر واقعی خدا، خود خدا صاحب این ارث بود. عیسی مرد و قیام کرد تا پدر ما رو به فرزندی قبول کنه. گفت به خاطر من، فقط من نباشم فرزند تو پدر، بگذار همه اینها سفید پوشان، هللویا، همه این سفید پوشان که به خون بره لباس خود رو سفید کردن، شکر ای خداوند که تو برای ما لباس سفید و پاک را آماده کرده ای. عزیزان،
خدا رو شکر کنیم که ما میتونیم صاحب این ارث باشیم. چرا شکر کنیم؟ بدون این که پدر مرده باشه، هنگامی که پدر ما در قید حیاته، ما این ارث رو بگیریم. همین الان بدون این که ما مرده باشیم این ارث رو بگیریم، بدون این که یتیم بشیم ارثی به ما برسه. همین الان روح القدس بیانه این ارثه. خدای پدر به ما روح القدس رو داده. وقتی عیسی مسیح خواست از این دنیا بره، گفت من میرم، ولی برای شما تسلی دهنده روح القدس رو میفرستم. و ما وقتی به مسیح ایمان میاریم، ندایی در درون ما، در عمق قلب ما میاد، وارد میشه و به ما میگه چی؟ تو فرزند خدا هستی، تو صاحب ارث هستی. ریتا نترس، نترس، از ترس آزاد شده ای. و چه میشه؟ چه اتفاقی میفته؟ این بیانه است، این ثروتی که من در این دنیا دارم، این ثروتی که به من الان داده شده، به من میگه که ریتا برای تو آماده کردم، ثروت تو آماده است، ولی الان این چکو بگیر، اینا نیازهای امروز تو رو تا بمیری رفع میکنه. توی این چک چی نوشته شده عزیزان؟ نوشته روح القدس به شما میده چیا رو؟ محبت، خوشی، سلامتی، ایمان، پرهیزگاری، همه اینها در اون چک هستن که به اسم ما صادر شده. خوشحالی، آرامش، اینا چیزایی هستن که انسان میخواد. خیلی ها هستن که ثروتهای بزرگ دارن، آرامش و خوشحالی ندارن. عزیزان ترس دارن. روح القدس میاد، از این طرف روح القدس وارد قلب ما میشه، از اون طرف ترس خارج میشه. و اگر میترسید، اگر از این بیماری کرونا وحشت میکنید، اگر میترسید بمیرید، اگر نمیدونید کجا خواهید رفت، نمیدونید، فکر میکنید روسیه هستید در حضور خدا، همین لحظه بیایید بگید ای روح القدس بیا، ای روح القدس بیا، ای عیسی مسیح قبول میکنم تو مردی و زنده شدی به خاطر من. عزیزان وقتی که ما این زندگی کوتاهمون تموم میشه، چه اتفاقی میفته؟ این زندگی کوتاه رو ترک میکنیم، میریم به آن طرف رودخانه، میریم برسیم به خونه. اون طرف رودخونه چیه؟ خونه است. هللویا. میریم اونجا، میرسیم به خونه، خونه ای که به ارث به ما رسیده. شکر خدا رو. وقتی که میریم برسیم اونجا، اون حیات ابدی و همه آن ارث و میراث رو ما چیکار میکنیم؟ تصاحب میکنیم. چه ارث زیبایی است، به وسیله مرگ به دست میاد، ولی نه مرگ صاحب ارث، مرگ ما. شکر. میگه همون آیه 17 رو، اولین آیه رو که خوندم براتون، میگه اگر چیکار کنید؟ اگر در مسیح، به مسیح وفادار بمونید، اگر شریک مصیبت‌های او هستیم، تا در جلال وی نیز شریک باشیم. چیه شریک کدوم مصیبت‌ها؟ مثل عیسی مسیح ما باید از مرگ عبور کنیم. عزیزان اگر بیمار هستید، دکترها به شما جواب رد دادن، مرگ پایان زندگی ما نیست. هللویا. امروز روح القدس قادر شما رو شفا بده، همانطور که مرا شفا داد. و امروز قادر شما رو نجات بده، همونطور که مرا نجات داد. امروز قادر خداوند شما رو از ترس آزاد کنه، همونطور که مرا از ترس از مرگ، از ترس از چیزهای مختلف، از ترس از آینده نجات داد. عزیزان شکر کنید برای میراث عالی که خدا به ما داده و ما این رو تصاحب خواهیم کرد. روزی که ما بپیوندیم به عیسی مسیح، پیوستن ما به عیسی مسیح، خوابیدن ما در عیسی مسیح، در آن لحظه، آن حساب بانکی، آن حسابی که برای ما آماده شده، آن ارث و میراث به طور کامل مال ما خواهد شد. شکر. شکر کنیم عزیزان، شکر کنیم و بپرستیم خدا رو. میخوام دعوت کنم همه شما رو، ایمانداران، کسایی که سالهاست به مسیح ایمان آوردیم، 40 ساله، 50 ساله، روزی که ما ایمان آوردیم مثل من 15 ساله بودیم و الان 57 ساله هستیم و الان تا اون موقع فکر میکردیم ارثی به ما برسه، ولی الان فکر میکنیم چه ارثی برای بچه‌هامون بگذاریم. بیایید عزیزان امروز عیسی مسیح رو دعوت کنیم، مثل هر روز، مثل هر روز دعوت کنیم بیاد وارد زندگی ما بشه. عیسی مسیح، اگر تو بیای وارد زندگی ما بشی، حیات وارد خواهد شد. اگر تو بیای وارد زندگی ما بشی، ثروت وارد خواهد شد. هر نوع ثروتی، چه مادی،
چه معنوی، چه انسانی، چه روحانی، چه روحی، چه روانی. هللویا. بیماری داری شما، همین لحظه به حضور خداوند بیا، شفا بده ای خداوند، شفا بده. اگر بیماری روانی، مشکل روانی دارید عزیزان، مشکل دارید، در نزد خدا هیچ هست. برای ما این بیماری ها بزرگن، برای خدا هیچ چیز نیستن. در همین لحظه خداوند میاد، میتونه بیاد وارد روح و روان شما بشه. شما ببینید خدا پدر شماست. وقتی خدا پدر من باشه، هر چیزی که پدر جسمانی من، هر بلایی سر من آورده باشه، مادرم، پدرم، معلمم، مدرسم، محیط اطرافم، نمیتونه تأثیری بر من بگذاره. خدا پدر من امروز، خدا پدر من، من فرزند خوانده او هستم، ارث او به من خواهد رسید. هللویا، شکرت میکنم ای خداوند. بیارید به حضور خداوند، ترس رو به حضور خداوند بیارید، استراب رو بیاورید ای خداوند. پدر دو قطبی، کی دو قطبی هستش، در همین لحظه به حضور خداوند بیاورید ای خداوند. شفا بده ای خداوند، دست تو دراز بشه. جاهایی که ما نمیبینیم، کسایی که ما نمیبینیم، کسایی که ما نمیشناسیم، کسایی که ما اسمشون را نمیدانیم، تو میدانی، تو میشناسی. دست تو به تمام گوشه کنارها و تاریکی های زندگی آنها جا داره میرسه ای خداوند. شفا بده خداوند. ای خداوند، افسرده هستید، به حضور خداوند بیارید. در همین لحظه به رو بیافتید، گریه کنید، از گناهان خودتون توبه کنید، عیسی مسیح رو ببینید، روح القدس رو به قلب خودتون راه بدید. خداوندا، از زبان همه عزیزانی که الان میخوان دعا کنن، من دعا میکنم و به خداوندا به تو میگم پدر. خداوندا، قبول میکنم، باور میکنم این کلامی که این زن گفت که من نمیشناسمش، منو تحت تاثیر قرار داد. ایمان دارم که کلام تو زنده است. ایمان دارم که کلام تو راست میگه و من باورش میکنم. ایمان دارم که پسر خدا عیسی مسیح به جای من روی صلیب مرد و زنده شد تا امروز من مریض و بدبخت و گناهکار نباشم. قبولت میکنم خداوند، بیا وارد قلب من شو. روح القدس رو بفرست به قلب من تا این اتاقهای قلب منو همه رو پاکسازی کنه. در این درون این اتاقها همه چیزی رو که گناه دور بندازه و به جاش شادی و آرامش بیاره. خداوند، خود رو به تو تسلیم میکنم. امروز من رو بپذیر مثل فرزند خودت. امروز من این فرم رو در حضور تو پر میکنم و اسمم رو در این کاغذ میگذارم که تو خداوند رو بذاری تو دفتر حیاتت خداوند، و من رو رشد بدی در ایمانم. به نام عیسی مسیح فرزند تو میطلبم. آمین. خداوند شنید، خداوند جواب میده، حضور او اینجاست. ببخشید عزیزم. حضور او اینجاست. حضور اینجا، او اینجاست که شما به دعاهاتون ادامه بدید، در خونتون، در محل کارتون، توی پارک، توی حیات، توی اون قفسه‌ای که رفتید قایم شدید تا صدای شما رو دیگران نشنوند، به دعای خودتون ادامه بدید. اگر شریک مصیبت‌های او هستیم، تا در جلال او نیز شریک باشیم. هللویا. و دعا میکنم و جلسه امروز کلیسای عزیز خودمون رو به پایان میرسونم. کسایی که سوال دارن، دعا دارن، مشکل دارید عزیزان، ما در فیسبوک هستیم، شما میتونید به ما مسیج بفرستید، در مسنجر هستیم، در تلگرام هستیم، در یوتیوب هستیم و میتونید با ما در تماس باشید که ما برای شما دعا کنیم. خداوند شما رو برکت بده عزیزان. هر جا که هستید حضور خدا کنار شماست. به ادامه بدید. نه اینکه من گفتم آمین، به به تموم شد، بریم به کارهای خودمون برسیم. ادامه بدید. وقتی ادامه میدیم، ثروت‌های او برای ما آشکار میشه. ما خوشحال‌تر میشیم. برای رفتن دنبال کارهامون با روحیه بهتری خواهیم رفت. پس دعا میکنم و این جلسه امروز کلیسای متحد ایرانیان رو به پایان میرسنم. و الحال فیض خداوند ما عیسی مسیح، محبت خدای پدر و شراکت روح القدس با همه ما باشد و بماند تا ابدالآباد. آمین.
شکری خدا، شکری خدا.